با سلام به شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. آماده دیدن برنامه این هفته نگاه به چپ باشید. من کیان آذر هستم، به همراه مصطفی صابر این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. سلام مصطفی جان، امیدوارم حالت هم خوب باشه و آماده باشی برنامه این هفته رو جلو ببریم. من حالم خوبه، در این صبح زود از ونکوور به تو و به همه بینندگان این برنامه سلام میگم. اوکی، خب با توجه به تحولاتی که توی این دو سه هفته گذشته یا یک ماه گذشته اتفاق افتاده، میبینیم که جمهوری اسلامی شروع کرده به واکنش هایی رو نشون دادن و به هر ترتیب در سطوح مختلفی در جاهای مختلف اسم حزب کمونیست کارگری رو آورده و این تبعاتی داشته توی فضای سیاسی ایران، که این برنامه میخواد به بخشی از این تبعات و به هر حال واکنش ها بپردازه. ما اینجا در رابطه با خود جمهوری اسلامی، اینکه چرا یه همچین کاری کرده، درست غلط، واقعی غیر واقعی، نمیخوایم بپردازیم، چون که در برنامه قبلی به این مسئله پرداختیم. در برنامه قبلی نگاه به چپ، نکته ای که هست، ما میخوایم به هر ترتیب بخشی از به اصطلاح فعالین چپ و فضایی که در چپ موجود هستش بپردازیم، که یه مقدار مثل اینکه آزرده خاطر شدن و برخوردهایی رو دارن انجام میدن، واکنشهایی رو دارن انجام میدن که اساساً حمله به حزب کمونیست کارگری ایران هست و سعی میکنن که از زوایای مختلف این حمله رو سازماندهی بکنن. قبلش شاید بد نباشه این یادآوری، یه چیزی که برنامه قبل هم گفتیم که خب هر چپی، هر کسی که خودشو کمونیست و سوسیالیست میدونه، بعد از مطرح شدن حزب کمونیست کارگری و کمونیسم و مارکسیسم و اینا که الان از شریعت مداری گرفته تا چه میدونم دولت روحانی گرفته تا بقیهشون دارن به این دشنام میدن و ای دارن میگن اینا هستن که تظاهرات را میندازن و تظاهرات رو میخوان گسترش بدن و هر کسی که میاد یه حرف حقی میزنه نسبتش میدن به کمونیستا و مارکسیستا و حزب کمونیست کارگری اینا. خب میگم این پدیده خیلی جالب و عظیمی واسه پیشروی کل چپ و کمونیست تو ایران، و این دوستایی که خودشون رو اسم خودشون رو سوسیالیست و کمونیست و اینا میذارن باید خیلی خوشحال باشن از این قضیه و باید خیلی شاداب باشن. برعکسشه مصطفی، به خاطر اینه که این تداعی یا این به اصطلاح برجسته شدن داره به اسم، یعنی با نام حزب کمونیست کارگری ایران اتفاق باشه. میفته، یعنی اساسا دلیل این مسئله اینه. حتی با نام حزب کمونیست کارگری باشه، خب اون قبول نداره حزب کمونیست کارگری رو، بیاد بگه که خیلی خوبه که کمونیست ها مطرح شدن، زنده باد که این حزب کمونیست کارگری هم مطرح شده، ولی ما کمونیست رو درست میگیم، ایشون غلط میگه. اینجوری نیست، یک هیستری و یک ناراحتی و یک عصبیتی تو اینا هست که آدم تعجب میکنه که چرا ناراحتن اینقدر. اما اگر موافقی، خب بالا جدا از این مسئله، بریم سراغ نکاتی که به هر حال تو این برنامه باید به اونا بپردازیم و یک جوری به هر حال در رابطه با اونا صحبت بکنیم. میشه یکی لااقل یه چند تا ایشو مهم رو که مثلا مطرح کردن رو مطرح کنیم. مثلا فرض کنیم یکی از این دوستا گفته که چرا مینا احدی نامه داده به مرکل، گفت جریان شکنجه و آزار اسماعیل بخشی رو گفته و از دولت مرکل خواسته که با جمهوری اسلامی رابطهش رو قطع کنه، فشار بذاره رو جمهوری اسلامی که همچه رژیم جنایتکار و ضد بشری است. به این ایراد گرفته، گفته چرا شما با این کارتون توهم ایجاد میکنید نسبت به مرکل و نشون میدی که اصلا دنبال سوسیالیسم و کمونیسم اینا نیستی، بورژوای راستی، نمیدونم میخوای بری از رژیم چش بکن، از اینجور حرفا برداشته زده. یک چیز به این سادگی که هر کسی که پاش رو زمین باشه به آسونی میفهمه که خب شما میخوای تمام دنیا رو علیه جمهوری اسلامی بسیج کنی و فشار بذاری روشون، و وقتی مینا احدی به مرکل نامه مینویسه داره در واقع داره افکار عمومی آلمان رو علیه دولت آلمان که کنار جمهوری اسلامی وایساده و داره با جمهوری اسلامی معاشقه میکنه، میخوای اون رو افشا کنی، میخوای بگی شما باید فشار بذاری روی رژیمی که اینجور جنایتکاره. بعد میگن که خب اینم بورژواست و اونم بورژواست، یا یه جوری صحبت میکنن که انگار آلمان و جمهوری اسلامی یکیه. فراموش میکنن که توی آلمان کارگر آلمانی،
کمونیست های آلمانی، آزادی خواهای آلمانی، زنای آلمانی مبارزه کردن، یه وضعیتی رو تحمیل کردن به بورژوازی اونجا که نه فقط نمیتونه شکنجه بکنه و بلایایی که جمهوری اسلامی داره سر اسماعیل بخشی و علی نژادی و سپید قلیان و بقیه و بقیه و بقیه میارن، نه فقط نمیتونه این کارو بکنه، بلکه ادعای به قول خودشون حقوق بشر و این حرفا، اینا همه پیشرویایی که کارگر تو آلمان کرده و مینا احدی داره روی اون سوار میشه به دولت مرکل، میگه چرا استعداد دوگان نداری، چرا این جنایاتی تو جمهوری اسلامی باش کنار میای، چشم روش میذاری، باش روابط اقتصادی و سیاسی و اینا برقرار میکنی، لطفا روابط سیاسی تو قطع کن با اینا، روی اینا فشار بذار. بعد میگه شما داری به مرکل توهم، آخه کجای دنیا اینو توهم دادن به مرکل میدونه که این دوست ما اینجوری، اونم با چه دبدب و کبکب و یه ده زیادی هم اومدن، به 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 شما خیلی درست میگی اینجوریه. خب کارگر آلمانی پیشرفت کرده، به جای رسیده که شکنجه اونجا نیست و دولت آلمان هم ادعای حقوق بشر داره، مینا احدی رفته میگه خانم مرکل لطفا شما حق نداری با یه رژیمی که اینجور جنایتکار و شکنجه‌گر مطابق استانداردهای خودتون، مطابق ضابطه و شرایطی که تو کشور خودتون هست، شما اجازه نداری این کارو بکنید. داره به کارگر آلمانی میگه بس فشار بذار روی خانم مرکل که از این کارا نکنه. اون وقت اینی که مثلا خودش سوسیالیست میدونه میگه این اصلا کار بورژواییه، بورژواییه، بنابراین با انصاف شما نرو افزایش دستمزد بخواه، چون بری افزایش دستمزد بخوای شما تمام چارچوب بورژوایی رو قبول کردی، فقط یه دستمزد بالاتری میخواد. یعنی انگار مطالبه واسه هر خاصی جز سوسیالیسم همین الان فوراً نقطه اور دیگه قبول نیست تو قاموس اینا. واقعا تعجب آوره، من نمیدونم، از هر آدمی از هر رهگذری تو خیابون بپرسی خیلی آشکاره واسش که باید این کار رو کرد، باید از این کار رو کرد، و یه حزب کمونیستی مثل حزب کنسکارگری باید بره این کارا رو بکنه. مصطفی من فکر میکنم که یعنی مایل هستم که یه جور دیگه جلو بریم برای به هر حال پرداخت به این نوع مسائل، به خاطر اینکه ما با یعنی نه به خاطر این نوع انتقادات، ولی سر تک تک این مسائل ما بارها توضیح دادیم، اعلام موضع کردیم، چرایی اینکه ما همچین موضع گیری میکنیم یا همچین پراتیکی یا عملکردی داریم رو مثلا بارها در موردش صحبت کردیم تو سطوح مختلفی. من فکر میکنم که یعنی فقط این موضوع نیست، مثلا نامه به مرکل، سر مسئله حکومت انسانی که مطرح شد همون فرزند مثلا 8-9 سال پیش با همزمان با مثلا اعتراضات 88 در ایران، یا نمونه های مختلفی در این رابطه وجود داره که میشه به اونها به اصطلاح مراجعه کرد، که اساسا یک شکاف عظیمی وجود داره و یعنی یکی اینها رو فکر میکنم تو این برنامه نه وقتش هست نه لازمه که ما بخوایم مثلا اینا رو توضیح بدیم. من راستش فکر میکنم که باید بریم اساس و بیخ قضیه رو بگیریم و در رابطه با اون مسئله صحبت بکنیم، و نکته‌ای که وجود داره که من میخوام بهش بپردازم این هست، یا اینم بذارید اشاره بکنم که مثلا در رابطه با شیوه اعتراض، اعلام همبستگی شامل چه بخشایی از جامعه میشه؟ آیا همه بخشای جامعه میتونن مثلا با مبارزاتی که فرزند جنبش کارگری یا فعالان کارگری یا چپ ایران دارن انجام میدن اعلام همبستگی بکنن؟ به چه شیوهی میتونن اعلام همبستگی بکنن؟ یعنی همه این مسائل رو لایه لایه در بر میگیره. نکته ای که من میخوام بهش یا مسئله بعدی این که آیا مثلا فعالین کمونیست، احزاب کمونیست میتونن توی فرزند یه سطوحی از فضای سیاسی ایران مثلا حضور پیدا بکنن که متعلق مثلا به راستا هستش، کنگره اونهاست، یا به هر حال مجامعی هستش که دارن برگزار میکنن و برن توی اون شرکت بکنن؟ اینا نکات هست به صورت کلی که مطرح میشه و هر اتفاق یا هر دوره 3 ماه یه بار 6 ماه یه بار حول اتفاقاتی یا اعتراضاتی که جامعه است همه اینا دوباره میاد بالا و این اختلافات برجسته میشه. نکته‌ای که من میخوام بهش بپردازم با توجه به همه اینها، یعنی میخوام بگم که با نوع نگاهی که این طیف و این گرایش که حالا اسمش چپ غیر کارگری، کمونیسم غیر کارگری، چپ سنتی، کمونیسم فئودالی، هر چی که اسمش رو میشه گذاشت، من نمیدونم چی اسمش،
داره اساساً یه همچین نگرشی و یه همچین روی کردی کار اسماعیل بخشی به شدت کار اشتباهی بوده، به اصطلاح نامه نوشته، اعلام کیفرخواست کرده رو به جمهوری اسلامی. یعنی دیگه از این بدتر که نداریم. دولت آلمان که هیچی، به جمهوری اسلامی و گفته که من باید میخوام رسیدگی بشه به این مسئله، بعد بلند شده رفته تهران و برای رسیدگی به این مسئله. یعنی اساسا طبق فرمول بندی که اینها، این نوع چپ یا این گرایش توی چپ انجام میده، خب اساسا بسیار کار وحشتناکی کرده اسماعیل بخشی. یا توی دوره های دیگه ما مثلا شاهد این مسئله هستیم که تو مثلا توی دهه 60 میلادی یه کسی مثل چگوارا، حالا با هر نوع گرایشی که داره یا سمپاتی که مثلا بهش وجود داره یا مخالفتی، توی سازمان ملل مثلا حضور پیدا میکنه به عنوان نماینده دولت کوبا و اونجا مثلا توی مجمع سازمان دولت هاست در واقع که اونجا حضور پیدا میکنه و حرفش رو میزنه. و یعنی میخوام بگم که داره نسبت به سازمان ملل توهم میده. کیران دقیقاً من میخوام بگم که این گرایش چپ چقدر نامربوطه به دنیای واقعی، به مبارزه طبقاتی، و معلوم نیست که کیران بذار یه نمونه دیگه از نامربوطی بگم. حالا گفتی اینا، یه نمونه که واقعا آدم کلش سوت میکشه، اومده گفته شما چرا بریدون فرخزاد و غلام کشاورز رو کنار هم دیگه قرار دادی؟ غلام کشاورز از نظر من یه سوسیالیست است و فریدون فرخزاد یک نمیدونم مشروطه سلطنت طلب و مشروطه است و اینا. شما چرا یه آدمی که بورژواست در مقابل یک کنار یک آدم سوسیالیست قرار دادی؟ بازم خطابش به مینا احدیه که رفته اون سنگای سکندری رو ابتکارش رو خرج داده که جلوی خونه هر کسی که قربانی جمهوری اسلامی هست یکی از این سنگا بذاریم. بنا به نظر این دوستان که خودشونو مثلا سوسیالیست میدونن، شاپور بختیار یا چه میدونم شرفگندی یا دیگه فریدون فرخزاد بیچاره که کلی حرفای رادیکال و چپ هم زده، حالا اینا خونشون فرق داره با غلام کشاورز که سوسیالیست و کمونیست بوده و بعد هم رفیق خود ما بود، من هم خونش بودم موقعی که ترورش کردن توی چیز قبرس. اینا خونشون فرق داره با هم. اینا دو جور آدمن و انسانیت تقسیم میشه به سوسیالیست و غیر سوسیالیست، انسانیت تبدیل میشه به طبقه کارگر و غیر طبقه کارگر. اینا متوجه نیستن که اولا که اینا همه قربانیان جمهوری اسلامی هست. شما وقتی داری علی جمهوری اسلامی مبارزه میکنی و میخوای بگی این رژیم جنایتکاره، نمیتونی بگی چون فقط کمونیست ها رو کشته جنایت، همه رو داره میکشه. همه گرایشات سیاسی انسان وقتی پای جون و زندگیش بیاد دیگه کمونیست و سوسیالیست و لیبرال و این حرفا نداره. شما باید از کل انسانیت دفاع کنی و بعد واسه شون میگه نه، شما اگر از طبقه کارگر مطرح نکنی اصلا از انسانیت بورژواییه. میگه این انسانگرایی بورژواییه. فراموش کرده که طبقه کارگر واسه رهایی خودش کل انسانیت رو باید نجات بده. طبقه کارگری که تمام انسانیت رو نخواد نجات بده دیگه طبقه، یعنی طبقه کارگری که تو ذهن اینا هست، طبقه کارگر عقب مونده و ارتجایی هست که اینا میخوان ازش بسازن. خب مشخصا اینا به این مسائل دیگه نوشته خود مارکس هست دیگه که الان تو بهش اشاره داری میکنی. یعنی اینا از کاری به این فاکتا ندارن که به هر ترتیب، مثلا حتی خود مارکس به این مسئله اشاره کرده که اگر به اصطلاح مسئله رهایی وجود داره که طبقه کارگر بخواد مثلا خودش رو رها بکنه، بعد کل بشریت رو آزاد بکنه از هر نوع به اصطلاح قید و بندی تا بتونه خودش رو رها بکنه. اینا کاری به این مسائل ندارن. من کار دارن، کلی هم ادعاشون نه 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 میگم، یعنی اینا براشون فاکت نیست اصلا، مهم نیست. نه نه میدونی چیزی که متوجه نیستن این تصور عجیب غریبی که اینا از طبقه کارگر و انقلاب سوسیالیستی و حتی از مارکس تو ذهنیت خودشون درست کردن. و اونم چیه؟ اونم اینه که میخوان، یعنی شما اگر طبقه کارگر بیاد تو جامعه بگه همه شما آزادی و بیاد ادعا بکنه که من نماینده آزادی همه تون هستم، از فریدون فرخزاد گرفته تا بقیه، و من میخوام جمهوری اسلامی رو سر تا پا پایین بیارم و انسانیت و برابری و آزادی همه رو برقرار بکنم، نه فقط
کارگرا توش آزاد باشن. و اینا بنابراین یه بحث ما رو نباید بفهمن که ما لااقل توی چپ ایران و توی جامعه ایران جا انداختیم آزادی به قید و شرط آخه سیاسی. مصطفی نگاه کن، موضوع اینجاست که من فکر میکنم که اینا جنبش خودشون رو دارن نمایندگی میکنن تحت لوای با رنگ و بوی مارکسیسم و نمیدونم کمونیسم و اینا. یعنی این گرایش بسا اهداف خودش رو داره، اولویت های خودش رو داره و داره اونا رو دنبال میکنه. حالا یه چهار تا اصطلاح و چهار تا به اصطلاح فاکتم از مارکس به اسم مارکس میاره داخل تحلیلش و میگه من دارم تحلیل طبقاتی میکنم. نکته ای که من باور کن کیم من موندم از جنبش اینا و... یعنی پایگاه جنبششون بذار یکم راجع به این صحبت کنیم. حالا خب بذار قبلش من اینو بگم که تمام بشه بعد بریم سراغ این موضوع. یعنی یه فلش بک بزنیم به قبل که اونو تو بهتر میتونی صحبت بکنی، چون که من اون موقع که مثلا نبودم که بخوام مثلا چی به چی بوده. این یک ریشه چند دهه به قبل داره. وقتی منظورم این بود که اینا یک به اصطلاح بخش مشخصی هستن یا یه جنبش مشخصی هستن توی فضای سیاسی ایران که حالا تحت لوای مارکس و کمونیسم و اینا میان حرف میزنن. چیزی که مثلا توی اون دوره یعنی تبدیل کردن جامعه و انسانها به کارگر و غیر کارگر و آزادی برای کارگران آری، برای غیر کارگران خیر، که سر مسئله مثلا آزادی بیان مثلا بوده بعد از انقلاب 57. یعنی تو از اون دوره کاملا این دوتا کمپ در مقابل همدیگه ایستادن. یا یه نکته دیگه سر مسئله مثلا بورژوازی خودی وطنی ملی با بورژوازی جهانی که اساسا اینا یه روی کرده به اصطلاح ضد بورژوازی جهانی دارن و اون به اصطلاح تخفیف رو به بورژوازی خودی یا وطنی میدن مدام. یعنی به راحتی در کنار کمپ حالا بذار اگه میخوای من بگم پایگاه جنبشی و گذشته جنبشی اینا رو زیاد وقت نمیگیرم. ببین خب ما توی سال 57 با اینا سرشاخ شدیم و اون وقت کل جنبش چپ تحت تاثیر اینا بود، تحت تاثیر یک سوسیالیسم جهان سومی که همینطور که گفتی ضد امپریالیستی، که دشمن را ضد امپریالیسم خارجی و بورژوازی کمپرادور یعنی وابسته به داخلی میدونست و حتی بورژوازی ملی رو ملی و مترقی میدونست، که ما با اینا در افتادیم گفتیم بورژوازی ملی مترقی ندارن، بورژوازی همش همینه که میبینی، همش زینف در این سوداوری امپریالیستی که داره سطح جهان میشه و شما باید علیه کل بورژوازی مبارزه کنی و طبقه کارگر موظفی که جامعه رو واسه رهایی رهبری و سازماندهی. ما اون وقت این بحثا رو باشی کردیم، اون وقت بهشون میگفتیم سوسیالیسم خلقی و پوپولیسم و که چل لفظ درستی سوسیالیسم جهان سومیه، یعنی زاویه جهان سومی عقب مونده به دنیا نگاه میکنیم و خیلی سنخیت داره با خود جمهوری اسلامی، در واقع ضد امپریالیسم اینا مثل شیطان بزرگ خمینی اینا به استکبار جهانی و ضد امپریالیسم اینا در واقع یک خاصیته و هر دوشون هم یک جزء یک جنبش اجتماعی که ما بهش میگیم جنبش ملی اسلامی، که چپش قدیما حزب توده بود، راستش مثلا جبهه ملی و اینا بود که اینا میخواستن یه سرمایه‌داری خودی تو ایران وجود بیارن. تو 57 هم جناح چپ و رادیکال اینا در واقع مسلط بود که ما باش جنگیدیم، عقبش روندیم و الان خیلیاشون حاشا میکنن که اصلا از اینجور حرفا میزدن. ولی الان که نگاه میکنی وقتی کسی مشکل داره که شما به مرکل نامه دادی گفتی اعتراض بکن علیه جنایاتی که جمهوری اسلامی داره علیه بخشی و بقیه انجام میده، بیا با این مبارزه کن، میگه ها تو داری به امپریالیسم توهم میدی. یعنی دقیقا نقطه سر خط. بعد از این 40 سال که ما اینا رو عقب روندیم و بهشون گفتیم اشتباه میکنی، خیلیشون هم حرفای ما رو قبول کردن، همون کسایی که این حرفا رو زده حرفای ما رو خیلیش قبول داره، قبول کرده، رفته واسه پشت سر غلام کشاورز مثلا داره به ما میگه که چرا غلام کشاورز و چه میدونم فرخزاده گذاشتی توی کاسه. معلومه که توی کاسه دارن هر دو علیه جمهوری اسلامی جنگیدن و مبارزه میکنن. بعدم شما میخوای از انسانیت دفاع کنی، انسان رو نکش، ترور نکن، میخوای وقت غیر چپ و غیر راست بکنی، نه اینا بورژوا و حالا کیه
بورژوازی کمپرادور هم هست، سلطنت طلب، یعنی عیناً دوباره برگشت به همون وضعیتی که 30 سال پیش ما با اینا می جنگیدیم، دوباره برگشت کرده به اونجا. منتها من میخوام بگم که الان وضعیت این چپ اصلا خوب نیست، یعنی دوره 57 بالاخره فدایی تحت تاثیر این بود، حزب توده بود، حتی جریانات خط سیر کاملا تحت تاثیر این جریان بودن و یه نیروی بود واسه خودش. الان خیلی حاشیه است و وحشتناک حاشیه‌ای تر هم داره میشه. من خیلی دوستانه به خودشون هشدارم، آخه این چه موضعیه که شما میگی که چه میدونم چرا غلام کشاورز و فریدون فرخزاد کنار وقتی داری علیه جنایات جمهوری اسلامی میجنگی، وقتی میخوای سنگای سکندری بسازی، یعنی جلو خونه هر کس که جمهوری اسلامی کشته یکی از این سنگا بذاری که این جنایت در تاریخ بمونه، میگه چرا شما این کار کردی؟ این موضع باعث انزجار و نفرت مردم میشه. ممکنه چهار تا چپ و چولی که ضد حزب کنسگارگری هم بهبا و چخچه بگن واسه این صحبت ها، ولی خیلی واضحه که اصلا غیر انسانیه، ارتجاعیه. یعنی با صد رحمت به اون سوسیالیسم خلقی سال 57 که ما میدیدیم باز یه جنبه های مبارزاتی و انقلابی توش بود، این کاملا الان اومده وایستاده کنار ارتجاع. یعنی میخوام بگم فرق صحبت های ایشون، اساس صحبت هاشو بگیری با شریعت مداری که مثلا فرض کن وقتی منصور حکمت مرد گفت رئیس رقاصا مرد، چیه؟ یه جور ضد کنسکارگری و مدرنیسمی که حزب کنسکارگری داره میاره و آزادی خواهی که حزب کنسکاری داره میاره که یه جاهایی وای میسه کنار امثال شریعت مداری و جمهوری اسلامی. من بهشون هشدار میدم این چه موضعیه، باید خوشحال باشن از اینکه کمونیسم و حزب کنسکارگری مطرح شده و جمهوری اسلامی خودش داره میگه این کمونیستان که دارن این اعتراضات را میندازن، مبارزات مردم رو دارن پیش میبرن. بعد این میاد مثلا فرض کنید یه بحثون دیگه شون کیان، یعنی که چرا مثلا شما با سلطنت طلبات تو فلان تظاهرات رفتید؟ نمیدونم، میگه یکیشون نوشته بود بله در تظاهرات فلانش دو تا از اینا با توی صف سلطنت طلبا بودن و یک بلندگو هم به دست داشتن. دوست عزیز، ما میخوایم 70 80 میلیون جامعه ایران رو ببریم به سمت آزادی و برابری. ما معلومه که با دولت ها باید مذاکره کنیم، با احزاب دیگه باید مذاکره کنیم، باید صحبت داشته باشیم. قرار نیست بریم واسه پشت سنگری، از پشت سنگر بگیم بدون اینکه مخفی باشیم بدون کسی، مردم برید از اون ور مردم این کار رو بکنید. این دقیقا همون پوپولیسم و چریکیسم 57 که دوباره اینجا داره خودش نشون میده. باید واسه تو صحنه سیاست به عنوان نماینده انسانیت، نماینده طبقه کارگر، نماینده کسانی که میخوان آزادی و برابری دست بیارن و اینا رو تو سیاست نمایندگی کنی. توی همون مثل چگوارا بری توی سازمان ملل نمایندگی کنی، در رابطه با احزاب دیگه نمایندگی کنی، در رابطه با دولت‌های دیگه نمایندگی بکنی. این نسخه که این دوستان میپیشن فقط به خاطر، یعنی به درد محافل خودشاد کنه کوچکی میگرده که هیچ تأثیری هم نداره و واقعا هم تو همین چارچوب دارن قطع میزنن این دوستان ما. مصطفی، به پایان برنامه رسیدیم، وقتی نیست اینجا. من از بینندگان عزیز میخوام که نظرات خودشون رو در رابطه با این موضوع برای ما ارسال بکنن. راه‌های تماس در پایین صفحه هست، میتونید از اون طریق برای ما بنویسید که شما در رابطه با این موضوع چی فکر میکنید. تا برنامه بعدی، شبها و روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم.